مراسم فاتحه خوانی محمد الیاس دایی در کندهار. خبرنگاران جنوب کشور برای مراسم فاتحه خوانی هم‌مسلکشان الیاس دایی جمع شدند و برای شاد بودن روحش دعا می کنند. خبرنگاران میگویند با گذشت چندین روز از کشته شدن الیاس دایی، حکومت افغانستان در مورد عاملین قتل او به نهادهای مدافع خبرنگاران معلومات ارائه نکرده است. دغه خبر اعلان دی چې به هر برخه کې کومک کړی دی، د خلکو ژغې پورته کړی دی او د خلکو ژغې انعکاس ورکړی دی. متاسفانه دغه سپیشلی مسلک سره چې دوی ورته ژمن دي او په دغه سپیشلی مسلک کار کوي، بیا هم دی وژل کیږي. بدبختانه موږ په تیرو څو ورځو کې زموش د متفارته کورنۍ ډیر خواخوږی، ډیر مهربان او ډیر تکړه، د سیمې په درد ډیر دردمند ملګری شهید الیاس دایی د لاسه ورکړي. زموږ خوا په دې بده ده چې حکومت خپل هغه بې وسي چې موږ ته یې مخکې هم ښکاره کړې وه، متاسفانه اوس هم تر اوسه پورې د دغې قضیې هیڅ معلومات مطبوعاتو سره نه دي شریک سوی. اینجا در زابل نیز خبرنگاران در یک نشست قتل محمد الیاس دایی را محکوم کردند و از حکومت خواستند تا در ردیابی عاملان قتل او با بی‌تفاوتی عمل نکنند. تاسو ته معلومه ده چې خبریالان تر ټولو بی‌طرفه پاتې سوي دي او بی‌طرفه دي. نو موږ د دولت څخه هم غوښتنه کوو، د طالبانو څخه هم غوښتنه کوو چې د خبریالان د سپر په توګه نه استعمالوي او خبریالان نه واجدي. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند روز پنجشنبه در نتیجه بمب کارگزاری شده در موترش جان داد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با نشر یک اعلامیه قتل الیاس دایی را یک عمل تروریستی خواند و آن را محکوم کرده است. تا هنوز گروه مسئولیت این قتل را به دوش نگرفته است، اما طالبان بدون آنکه دست داشتند در این رویداد را رد کنند گفتند که در این باره تحقیق می‌کنند.